اینجا مرکز ساخت پروتزهای زیباییه که برای افرادی که دچار نقص عضو شدن، مادرزادی یا در اثر سوانح، سوختگی و مراجعه میکنن برای ساخت پروتزهای زیبایی. میتونه انگشت، دست، پا، گوش، چشم باشه. من الان میخوام مراحل ساخت رو خیلی سریع بهتون نشون بدم. اول از همه ما قالب گیریم. علت تغییر رنگ هم دادن زمان مواد قالبگیریه، چون ما محدودیت زمان داریم و خیلی سریع باید قالبگیری انجام بشه. الان صبر میکنیم تا قالب کاملا سفت بشه، ما بتونیم راحت از انگشت جداش قالب کنیم. الان سفت شده و میتونیم راحت از انگشت جداش کنیم و هیچ آسیبی هم به پوست نمیرسونه. بعد از آماده شدن قالبی که با آلژینات گرفتیم، مرحله میرسه که باید موم رو گرم کنیم و داخل قالب رو به صورت یک لایه نازک پر کنیم. 20 دقیقه میگذره، موم سرد میشه و قالبی این شکلی به ما میده. دقیقا شکل دست مریض نیاز به اصلاح و ترمیم داره. تمام حباب ها و شکاف ها باید اصلاح بشه. بعد از اصلاح موم باید یه قالب سخت تهیه کنیم، قالبی که از چسب سنگ می سازیم. چسب سنگ رو با ضخامت 4 میلیمتر روی قالب می کشیم و یه قالب آماده میشه که میتونیم توش رو سیلیکون ریزی کنیم. مواد سیلیکون رو که با توجه به رنگ پوست مریض داخلش رو رنگ اضافه کردیم، داخل قالب چسب سنگ می ریزیم و یک انگشت خیلی نازک رو درست می کنیم که این مرحله ایجاد میشه، انگشتی که کاملا داخلش خالیه. بعد از به دست اومدن انگشت نازکمون، در مرحله اول قالب گچی رو داخل سیلیکون میذاریم و قسمت قطع شده ی انگشت مریض با سیلیکون پر میشه و قالبی به دست میاد که کاملا فیت هم میشن و میتونه انگشت روی دست مریض قرار بگیره. بعد از این مرحله، مرحله نهایی ساخت ناخن و زدن رنگ ثانوی است. رنگ ثانویه به این صورته که روی بندها تیره تر قسمت اثر انگشت به رنگ صورتی در میاد. میتونیم روی این نمونه ببینیم که روی بندها تیره تر شده و جاهایی که نیاز شده روی دست مریض حتی اگر سایه روشنها و لکه هایی باشه روش ایجاد میکنیم. خب مرحله زدن رنگ ثانویه بر اساس رنگ پوست مریض انجام میشه و در جلسه آخر روز تحویله. رنگ رو با سیلیکون مخلوط میکنیم و روی انگشت اضافه میکنیم تا در اثر شستشو این رنگ پاک نشه. معمولا روی بندها تیره تره و بسته به پوست مریض میتونه از تیره تر تا صورتی تر تغییر کنه و ما این رو باید به صورت دستی بسازیم. پس از ساخت رنگ معمولا کمی رنگ صورتی برای قسمت اثر انگشت و کمی رنگ آبی برای روی بندها اضافه میشه که حالت طبیعی تری داشته باشه به خاطر وجود سرخ رنگ و موی رنگ های توی پوست. بر چه اساسی رنگ طبیعی پوست فرد رو در میاری؟ ممکنه که تیره تر باشه پوستش، که روشن تر باشه. چه معیاری وجود داری؟ چجوری میتونین اونو دقیق هم رنگ پوستش در بیاری؟ یه سری کد رنگ داریم که روز سفارش بر اساس رنگ پوست مریض انتخاب میکنیم و همون کد رنگ ها برای داخل سیلیکون استفاده میشه و یک رنگ پایه نزدیک به پوست مریض به ما میده. ولی روز تحویل نیاز هست که ما بیایم یه سایه روشنایی ایجاد کنیم، مخصوصا روی بندها و نوک انگشت که طبیعی بشه. این کار رو دقیقا کنار دست مریض انجام میدیم. دست مریض کنار این انگشت قرار میگیره و بر اساس اون اگر نیاز باشه من کمی رنگ روی بندها میزنم. این رنگ با سیلیکون مخلوط شده، کاملا پس از خشک شدن روی انگشت میمونه و با شستشو پاک نمیشه. نیاز باشه کمی صورتی تر اضافه میکنم برای نوک انگشتاشو و این سایه روشنها رو ما دقیقا کنار دست مریض در میاریم. یعنی هر چقدر دست مریض توی آب باشه، شستشو داده باشه، این رنگ پاک نمیشه؟ نه، درسته؟ پاک نمیشه، چون با سیلیکون زده میشه و کامل به سیلیکون که جنس پایه انگشته میچسبه. فقط نیازه که چند ساعت بمونه تا خشک. ناخن‌ها بر اساس فرم ناخن مریض و رنگ ناخنش از جنس آکریلیک ساخته میشه. آکریل در واقع پودری هست که با یه هاردنر مخلوط میشه و به صورت یک ماده سخت در میاد. این قابلیت رو میده که بیمار میتونه روی ناخنش رو لاک بزنه و پاک کنه.
تا جایی که بتونیم این رو شبیه در میاریم و حالت طبیعی بهش میدیم. شکننده و شیشه‌ای مثل ناخن به نظر میرسه. بعد این چسبش باز نمیشه، یعنی نمیافته ناخن. اگر هم در اثر ضربه این جدا بشه، ناخن رو معمولا با یه چسب مخصوص آلمانی میچسبونیم. اگر جدا بشه میتونن مثل ناخن مصنوعی با چسب قصری بچسبونن. مشکل ایجاد نمیکنه. پروسه ساخت یک انگشت حداقل 2 هفته زمان میبره. انگشت های سیلیکونی ضد آب هستند و نقش زیبایی دارن. ایشون به علت نقص مادرزادی از زمان تولدشون انگشت رو نداشتن. پروتز ساخته میشه. لبه یه پروتز خیلی نازک ساخته میشه که روی پوست ایجاد پله نکنه و با یک انگشتر پوشونده میشه. ناخن قابل لاک زدنه و کل پروتز قابل شستشو هستش. زمان تحویل نحوه مراقبت از پروتز کامل به بیمار آموزش داده میشه، به دلیل اینکه پارگی و یا آلودگی و رنگ میتونه روش تأثیر بذاره.